سلام و شبتان بخیر. به محور امشب با من سپر خوش آمدید. نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان اعلام کرده است که بر رسمیت شناختن امارت اسلامی عملا در جریان است. زمیر کابولوف در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک روسیه میگوید که نمایندگان طالبان از مسکو گرفته تا اسلام آباد در نشست های جهانی شرکت میکنند و از همین رو روند بر رسمیت شناختن امارت اسلامی گام به گام در جریان است. زمیر کابولوف در یک گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک از تعامل کشورهای جهان با امارت اسلامی سخن میزند. از دیدگاه من به رسمیت شناختن سیاسی بیشتر یک عمل سیاسی نمادین خواهد بود. همان گونه که میبینید به رسمیت شناختن به گونه عملی جریان دارد. این دیپلمات روسی از بسته ماندن مکتب‌های دخترانه در بخش‌هایی از افغانستان سخت انتقاد میکند. این حماقت محض است که باید اصلاح شود و مقام های افغانستان باید به گونه جدی در این باره فکر کنند. برای افغان ها از هر دو جنس زنان و مردان آسان نیست وقت محدودیت های اضافی بر آنان اعمال شوند. کابولوف در بخش دیگری از سخنانش میگوید که اعضای امارت اسلامی به دلیل نداشتن افراد حرفه‌ای کشور را ماهرانه نه بل بد مدیریت میکنند. آنها این کشور را ماهرانه نمی توانند مدیریت کنند و ساده تر بگویم بد مدیریت می کنند. روشن است که آنها کارمندان بیشتر ندارند و گاه گاه متوجه می شوند و از متخصصین افغان می خواهند که برگردند. کومه کابینه سی تشکیل سویده و پاره که هم در طول اقوام و اقشار و تیری لیدلی کیجی او په دریم قدم کې دا د سیده هم د سرپرست عنوان باندې تشکیل سوی یو نظام ده. زمیر کابولوف در این مصاحبه تا یک ماه دیگر از احتمال برگزاری نشست ترویکا در کابل خبر می‌دهد و می‌گوید که در این رابطه با اسلام آباد و واشنگتن مشوره ها را آغاز کردند. در همین رابطه بیشتر بحث میکنیم با مهمانان شریک در بحث. سمیع الله پویا کارمند ارشد اینستیتوت شرق شناسی اکادمی علوم فدراسیون روسیه با ما وصل هستند و اینجا در کنار ما آقای عزیز استانکزی آگاه سیاسی حضور دارند. مهمانان عزیز شبتان بخیر، سلام بر شما، خوش آمدین. آقای استانکزی، بحث را با شما آغاز میکنیم. ارزیابی شما از صحبت های کابولوف نماینده ویژه روسیه در مورد به رسمیت شناختن امارت اسلامی را چگونه ارزیابی میکنی؟ ببینین آقای کابولوف صحبت های خود در دو بخش به اصطلاح اینا توضیح دادن. چیزی که اولی که اینا گفتن که یک حکومت فراشمول باید در افغانستان تشکیل شوه، بله، و بعدا در قسمت ازی که موضوع افغانستان باید از طریق سیاسی حل شوه و ظرف ماه آینده کشورهای عضو ترویکا در کابل یک نشست داشته باشند که نماینده کشورهای قوی امریکا، روسیه، چین و همسایه ما که پاکستان است در اشتراک بکنند. یک زمینه خوبی را مساعد می سازه امروز به حکومت فعلی افغانستان تا در این راستا تا مدتی که مانده به برگزاری جلسه اینا بتوانند گام های وسیع دیگه هم بردارن تا تعامل خود را با دنیا امسان بسازه و دنیا را به این متقاعد بسازه که بعد از این باید در قسمت به رسمیت شناختن افغانستان عجله بکنند تا مردم افغانستان هم از این فقر و بدبختی و ذلت رهایی پیدا کنند و به حکومت افغانستان هم زمینی از این مساعد شود تا تعامل خود را با ممالک جهان بیشتر بسازه و در جلسات و در تمام پروگرام هایی که اونا دارن اینا اشتراک بکنن و کمک های بشری و غیر ازی امو پولی که در امریکا هست، پولی افغانستان، او هم آزاد شوه، بالاخره افغانستان راه خود پیدا کنه به جهان و بعد از او مسائل اقتصادی رو در افغانستان اینا با پیش گیره. آقای استانکزی، روی موضوعاتی که در پیشروی افغانستان قرار گرفته و نشست هاست بیشتر در ادامه بحث میکنیم، اما نشست های گذشته آیا تاثیرگذار بوده که نماینده ویژه روسیه میگه که به رسمیت شناختن امارت اسلامی عملا در جریان است؟ یعنی به چه معناست؟ اینا در پهلوی شرط های را هم دارن. جهان شرطی که با افغان با برای حکومت افغانستان گذاشته او است که اینا زمینی ازیر مساعد بسازند تا خانم ها هم در اینجا به حقوق خود برسند،
و حکومت هم طوری باشه که فراشمول باشه و از این طرف نماینده های حکومت هم میگن که حکومت خو حکومت سرپرست است و حکومت بعدی که تشکیل میشه امکان داره در اینجا اینها مو گام هایی را که میبردارن و مو کارهایی را که عملا در اونجا سربراه میسازن که به نفع ملت هم باشه و جهان هم از یک انتباه درست بگیره. آقای پویا، شما چطور میبینین به صحبت هایی که آقای کابلوف کرده؟ آیا یک خبر خوش میشنویم در مورد به رسمیت شناختن امارت اسلامی؟ ببینید، آقای کابلوف بار اول نیست که موضوع روسیه را بیان میکنن. اسم شما گفتین پوتین هم در هفته گذشته موضوع واضح روسیه را در قبال حکومت طالبان بیان کرد و آقای سرگی راوروف هم بیانی داده بود در مورد. همه باید صدا اگر جمع بندی بکنیم همه موضوع های از اینها را مشترک است با موضوع جامعه جهانی. اگرچه آقای کابلوف اشاره کرد که ما با اعتقادات و سنت های کشور افغانستان احترام میگذاریم، ما در جای در ادامه صحبت خود امو خواهشاتی که جامعه جهانی از طالبان دارن به او اشاره کرد که در اونجا امو حکومت مشارکتی است و امو به حساب سهم زنان در تأثیر و در مسائل سیاسی و اجتماعی کشور که خواست جامعه جهانی همچنان امی است. من فکر میکنم که فرصت امروز به موضوع اصل در رابطه با شناخت طالبان، قسمی که من بارها گفتیم باز هم تکرار میکنم و خسته نمیشم از تکرارش، ای که بسیار ارتباط میگیره به عملکردهای خود طالبان نسبت به ای که نسبت به عملکرد جامعه جهانی. جامعه جهانی با بسیار دقت هم عملکردهای طالبان در داخل کشور میبینن. مشروعیت نظام ما منحصر به شناخت جامعه جهانی نیست، بلکه مشروعیت نظام ما از داخل کشور باید تأمین شود و او معیارهای حقوق بین المللی با معیارهایی که یک حکومت باید در تشکیل خود داشته باشه او را باید طالبان عملی بسازد. قبلا هم گفته بودم، امروز اگر بخوایم تکرار میکنم. بله. اما در مورد یک کمی برگردیم در همین چهار ماه چه اتفاقاتی گذشت و چه جریان داشت، شما بیشتر میشنویم که خب میگه آقای کابلوف در مورد به رسمیت شناختن میگه به گونه عملی جریان داره، برداشت شما چی است؟ مثلا در مورد از تعامل کشورهای جهان اسلام با امارت اسلامی سخن میزنه و تاکید میورزه که فرایند کاهش فاصله در روی کردها هم اکنون در جریان است. نه خیر، من نمیتونم با آقای کابلوف در این قسمت موافقت داشته باشم به دلیل ای که خب اما چرا چنین اظهارات را مطرح کرده؟ این اظهارات است که آقای کابلوف مطرح میکنه، البته اظهارات شخصی خودش است ممکن، یا من تا جایی که من از موقف رسمی حکومت روسیه در جریان هستم اطلاع دارم، حکومت روسیه میخواهد که در تبانی با سازمان ملل با جامعه بین الملل که همچنان اشاره کرد. آقای پوتین این موضوع را گفته بود پیش از این. بله گفته بودن و اشاره کردن و اون موضوع تا به حال باقی است. اون موضوع بسیار مشخص و روشن است که سازمان امنیت ملل متحد فعلا در رابطه با در رسمیت شناختن افغانستان کدام برنامه را روی دست ندارد. این واضح است و هر وقت که سازمان ملل و مو به حساب شورای امنیت سازمان ملل که متشکل از پنج کشور دائمی در اوج است، اونا اعلان بکنند در رابطه با موضوع مشخص خود با شناخت طالبان، او وقت میتونیم که موضوع روی بحث قرار بده. اما آقای پویا، شما اظهارات شخصی خواندین گفته های آقای کابلوف را در قسمت به رسمیت شناختن، ولی آقای کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان است. نه ببینین، آقای کابلوف در رابطه با رسمیت شناختن افغانستان در صحبت اول خود که من سخت دقیق شنیدم همین موضوعات را همین مسائل را طرح کرد که من بر شما طرح می کنم، امو اشاره به شورای امنیت. بعدن در یک قسمت صحبت خود گفت که بله اینجا سفارت ما هم است در افغانستان، هفت کشور دیگر سفارت خود در اینجا داره،
یعنی از شکل فکتوری این گویا یک نوع رسمیت شناختن حکومت افغانستان است که این نمیتونم با این موافقت کنم. بله، رسمیت شناختن افغانستان به این منحصر نیست که اگر ما در افغانستان کشورها سفارتخانه‌ای دارن و یا بعض تعاملات و مناسباتی که در رابطه با همکاری مشترک با طالبان برای تامین امو معیشت شهروندان دارن، این موضوعش علایده است و موضوع شناخت دولت افغانستان موضوع کاملا علایده دیگه. چرا گره کور به رسمیت شناختن باز نشد؟ یک، با توجه به اینکه خب کشورها موضع‌گیری میکنن، مثلا پاکستان آمد گفت که ما به یک تصمیم دست جمعی در مورد به رسمیت شناختن میریم با کشورهای منطقه، آقای پوتین هم صحبتهایش آقای پویا گفتن، چرا تا هنوز یک گام برداشته نشد؟ اما حالا خبر آقای کابلوف آقای پویا میگن که اصلا حرف پوتین است که در واقع یک اون آقای پوتین گفته بود که ما با سازمان ملل حرکت میکنیم. خب حرفای آقای کابلوف قبلا هم توسط مردم ما شنیده شده که یک تعداد جنبه عملی را نداشته، ولی بازم امی که اینا نام از این میگیرن که ما در آینده یک جلسه را در برگزار میکنیم در افغانستان، یک امیدواریست برای مردم افغانستان و برای جام. ولی امی گری که چرا باز نمیشه، تمام من دنیا امروز امو یک حرف خود داره در قبال افغانستان و اینا فکر کنم به شکل متحدانه میخواهند تا امو چیزی که اینا آرزو دارن برای مردم افغانستان و او را بالای دولت امارت اسلامی بقبولانه. بله، یعنی میخوایم بگن که هیچ کشوری به تنهایی امارت اسلامی را به رسمیت نمیشناسه. ببینین امروز پاکستان نزدیکترین کشور از برای افغانستان، چرا به رسمیت نمیشناسیش؟ قطر چرا به رسمیت نمیشناسیش؟ اینا چشمشان به طرف و گوششان به طرف اونمو کشورهایی است که در شورای امنیت از پنج کشور و مخصوصا ایالات متحده ای امریکا، ولی این تعلق داره به این که حکومت امارت اسلامی افغانستان چین و برخورد میکنه در برابر امی خواست جهان. اگر اینا به می شکل ادامه بتن، شما ببینین فقر اقتصادی از همه که بسیار مشکل است برای مردم افغانستان تا خارج از تعامل است. امروز زمستان فرا رسیده در اولایات، شما امروز زوجه و ناله اطفال و زنا و مردا را میبینین میشنوین که در این قسمت هر کسی که باشه، هر افغان یا هر خارجی که باشه، وجدان روحش نارام میشه و مهمتر از تماما حقوق و امتیازاتی که امروز یک تعداد خواهانی از او هستند، ما فکر میکنم موضوع سیر کردن شکم مردم افغانستان مهمتر از هم است که تعلق داره به این که چطور میتانیم که از این بنبست رهایی بیافیم. و این او چیزی است که جامعه جهانی او را میخواه که بعضی حقوق ادبای افغانستان از او قسمت باید حکومت فعلی توجه کنه. پرسش همین جاست آقای استانگزه که عملا کار شوه و بیشتر حرف و حدیث ها زیاد بوده، کنفرانس ها زیاد بوده، نشست های منطقه ای زیاد بوده. همینجا که آقای کابل میگه که از نشست مسکو تا اسلام آباد نشست ها برگزار شد، در پشت پرده چه جریان داره؟ چقدر پیشرفت را شما میبینین در بعد سیاسی؟ ببینین لابیگری هم جریان داره به خاطر به رسمیت شناختن افغانستان بعضی کشورهای منطقه است که لابیگری میکنن و خانهشان آباد که در این شرایط اینا به خاطر از اینکه افغانستان به رسمیت شناخته شوه و تپ و تلاش دارن، مردم افغانستان از اینا ممنون و سپاسگزار هستند. اما در کل کشورهای بزرگ و کشورهایی که تاثیرات مستقیم بالای کشورهای کوچک داره و حتی سازمان ملل متحد تحت سایه از اونا قرار داره، بسیار مهم است که در قسمت افغانستان اونا تصمیم نهایی خود باید بگیرن و نگذارن تا فاجعه که امروز در افغانستان از لحاظ فقر، بیکاری و گرسنگی جریان داره این ابعاد گسترده ای را به خود بگیره. و امی وقتش است و یک طرف حکومت فعلی افغانستان هم باید گام های وسیع را برداره، اینطور نیست که یک نفر دو نفر اگر در داخل نظام مقرر میشه به او معنا نیست که این نظام ما بگوییم که فراشمول است یا این نظام نظر به خواست تماما مردم افغانستان است. اینا باید کوشش بکنن تا
زمینی بر رسمیت شناختن حکومت مساعد بسازن به دنیا. تشکر آقای پویا. همین که کابلوف میگه ماهرانه مدیریت نمیکنن، امارت اسلامی را میگه و بد مدیریت میکنن، به چه معناست؟ خب مدیریت بد، البته بازم اشاره به می است که آنها طالبان نتونستن اساسات حکومت داری را قائم بکنن. متاسفانه بسیار تلاش فعلا در این جهت است که بتانن اونا در بین خود طالبان که پرابلم های دارن و قسمی که شما صحبت های اخیر رهبران طالبان شنیدین، در معلات رفتن، در لوگر رفتن، در کابل بودن، صحبت ها کردن، همیشه خطاب به صفوف همی بوده که باید امو قوانین را که امو به حساب اجراعات را که رهبریشان در رابطه به عفو عمومی اعلان کردن او را باید عملی بسازن که متاسفانه عملی نمیشه. واقعی پنجشیر بسیار واقعی بده بود. واقعات از این که بسیاری از افسران نظامی ما امروز مورد شکنجه قرار میگیرن و یک فاکتور تایید شده است متاسفانه از طرف طالبان. این کل نمونه حکومت بد است که نمیتونن که طالبان یک امنیت یک در بین خود تامین بکنن، یک تعامل در بین خود داشته باشن. در این قسمت طالبان باید بسیار عمل بکنن که چیز باید چنین تدابیر را بگیرن که صفوف از اونا اطاعت بکنن از رهبریشان. این بسیار مهم موضوع است که متاسفانه در رژیم های سابق بسیار زیاد بود، اما امید این موضوعی که این موضوعی که آقای دکتر من حرف تانقت میکنم، این موضوعی که شما گفتین به رسمیت شناختن تاثیر داره. بله طبعا حکومت یکی از فاکتورهایی است که جامعه جهانی میبینه که اینا چه قسم حکومت داری میکنه، اما در واقع ما این فاکتور اساسی نیست که باید اگر این مراحل شود حکومت به رسمیت شناخته. فاکتور اساسی خود به رسمیت شناختن طالبان در داخل کشور است. باید لوی جرگه دایر شود، بخوایم نخوایم. باید اگر پارلمان وجود نداشته باشه به شکل یک شورای مقننه باید ایجاد شود تا قوانین تصویب بکنند. این موضوع دیگر است. باید حکومت سرپرست به حکومت اصلی که در اونجا واقعا نمایندگان ملت در اونجا سهم داشته باشد، نه تنها یک کتله معدود از رهبری طالبان، بهتر است که کتله رهبری خود اینا ببرند در چوکات امو شورای مقننه خود و حکومت بسپارند به دست اشخاص مسلکی. این خوب است که یک تضمین می باشه برای جامعه جهانی که بله اینا با خواهشات جامعه جهانی را لبایت نیم. خواهشات جامعه جهانی را که من راجعه کذبی کردم هم خواهشات بسیار مشروع است و اینا و طالبا امکانات از این را دارن که عملی بکنن. نه افهم که چرا اینا نمیخواین عملی بکنن. این موضوع داخلی دقیقاً پرسش آقای پویا همین جاست که شما پیش از این هم صحبت های داشتیم و شما پیشنهاداتی کرده بودین، ولی امارت اسلامی در تازه ترین مورد هم گفته که ما در کابینه خود تکمیل نیست ولی تغییرات میاریم. بار بار در مقابل همین اعلامیه هایی که از بیرون هم میشه خب واکنش نشان میتن که ما میگن دست به کار هستیم و رویش کار میکنیم. خوب است اگر این کار شود خوب است. باید موقع داده موقع را اعلان بکنن. باید بگن که چی وقت اینا لوی جرگه را دایر میکنن، چی وقت مشروعیت نظام خود اینا میخواین که عملی بسازن در داخل کشور. یک قرارداد بین ملت و حکومت باید وجود داشته باشه. این قرارداد به اساس یک مشوره باید باشه، یک جرگه باشه یا از طریق انتخابات که اونا قابلا رد میکنن. اصلا تا بال این یک تعامل بین ملت و دولت وجود نداره که رسما مستند ذکر شده باشه. این بسیار مسئله مهم است برای تشکیل یک دولت و این که اینا حکومت به حساب موقت به حکومت این که در اونجا پایه‌های وسیع مردم چیز میکنه شرکت میکنه، این اصل فرعی است حتی نسبت به این چیزی که ما برای شما میگم. تشکر. این بسیار مهم است مشروعیت خود اینا تطبیق بکنن در داخل کشور. سپاس پارلمان جور کنن، اگر ما نیش شورا جور کنن که قوای مقننه، قوای اجرایه و قوای قضایه باید تکمیل شود. این سه قوا بدون این سه قوا ما نمی‌بینیم کشور را که بتونه که
فعالیت قانونی خود عملی بسازن. تشکر. فکر میکنم که جامعه جهانی بهتر است که سر از این موضوع هم سر از این با اینا بحث بکنن. بسیار بهتر است اینا با سازمان‌های جهانی در تماس باشن. بسیار زیاد تشکر. آقای سانگزایی، در مورد به رسمیت شناختن حکومت گام ها را برداره یا جامعه جهانی؟ ببینید، یک خو از طالبان تصویرهای بسیار خشن و تصویرهای بسیار منفی به جهان انعکاس داده میشه. مسائل بسیار خرد و کوچکی که در افغانستان رخ میده از یک تصویر بسیار بزرگ بر جهان نشان داده میشه و دنیا هم امروز متوجه اعمال و کردار حکومت افغانستان است. ما میبینیم وقایعی که در افغانستان امروز رخ میده. ما میبینیم، ما اگر حکومت های قبلی رو ببینیم، مثلا حادثه پنشیر، ما در گذشته بسیار حوادث در اینجا دیدیم که اوقدر انعکاس داده نشد، اما امروز این بسیار به سبب بسیار بزرگ انعکاس داده شد. یا موضوع تظاهرات چند خانم که در شهر تظاهرات میکنند و این به دنیا به دیگه شکل انعکاس داده میشود. اما مهمتر از این، گام هایی را که طالبان میبرداره یا حکومت فعلی، اول ما هشت قانون اساسی داشتیم در افغانستان. قانون اساسی بسیار مهم است. سه قوه داریم که قوه اجرایه و قوه قضایه. امروز تقریبا قوه مقننه ما نداریم، ولی دو قوه ما اون فعال هستند. و مهمتر از این است که اصلا جامعه جهانی چی میخواهد. اگر موضوع مشروعیت داخلی را ما ببینیم، طالبان امروز در افغانستان مشروعیت داخلی دارن، به خاطر ازی دارن. شما اگر در هر مملکت دنیا ببینین، هیچ رئیس جمهوری یا هیچ حکومتی نیست که اونا مشروعیت سرتاسری داشته باشن، حتما اپوزیسیون یا مخالفین در مقابلشان. اما کشورهای منطقه در کل جامعه جهانی چرا گام بر نمی داره؟ خب ای که جامعه جهانی چرا اینا را به رسمیت نمیشناسه، بعضی فاکتورهای پیش از اونا هست. ای که جامعه جهانی امروز چرا به این شکل حرکت میکنن، اونجا هم یک تعداد از افغانها در بیرون هستن که لابیگری به خاطر عظیم میکنن که اینا را به رسمیت نشناسه. ما در فضای مجازی میبینیم، ما در رسانه ها میبینیم، اما حکومت هم کمی و کاستی داره. حکومت هم تا توانمندی از این نداشته که حکومت خود فراشمول بسازه. افراد و اشخاص واجد شرایط در داخل حکومت یا نظام اینا جای بتن. نمیشه که تماما دوائر رسمی غیر مسلکی باشه و کسانی باشه که اونا نفهمن که در این وزارت به چی شکل اینا برخورد با مامورین بکنن و برخورد با وظیفه که برشان سپرده شده به چی شکل اونا پیش ببرن. در اینجا هست ما میخوایم بگویم که گام ها سریعتر برداشته شود در سطح کلان. حکومت فعلی باید گام های خود بسیار وسیع و سریعتر بگذاره و تا جامعه جهانی به این متقاعد ساخته شود که حکومت فعلی را به رسمیت بشناسند. در غیر از او ما شاهد فاجعه خواهد باشیم در این مملکت. وقت فقر، وقت گرسنگی، وقت بیکاری از حد بگذرد، در اینجا جرایم بسیار بزرگ رخ میده. سه گامی که پیشنهاد میکنین که گره کور به رسمیت شناختن باز میکنه چی است؟ اینا باید در قدم اول امی پیشتر جناب پویا صاحب حرفای بسیار خوبی زنند در قسمت ای که اگر لوح جرگه یا شورای مشورتی هر چیزی را که نافکر میکنن دایر بکنن، یا شورای علما باشد. تنها خود در شورای علما نمیشه که کلگی علما باشد، من روشن فکر هم دو است، من متنفذین هم دو است، من دیگه افراد جامعه خانما هم درو باید باشه. اینطور نیست که ما یک طیف جامعه را بیخی به یک به کنار بگذاریم. نه خیر، امکان نداره. امروز ما در قرن 21 قرار داریم، به اصطلاح عصر اتم گذشت و عصر تکنولوژی امروز و ما باید مطابق عصر تکنولوژی عصر امروز با در نظر داشت شرایط و اوضاع و احوال مردم افغانستان، عنانات مردم افغانستان، اما با وجود ازی هم باید گام هایی که باید برداشته شوه و گام ها را باید اینا برداره و نگذارن که انگشت انتقاد جهان بالا از اینا به این خاطر باشه که اینا فلان حقوق ندادن برای خانما یا در فلان اداره فلان شخصی را که اینا مقرر کردن اونا واجد شرایط هزینه است و یک تعداد مردمی که تحصیل کردن، تعلیم دارن، دکترا دارن، ماستری دارن، لسانس دارن و اونا در کنج خانه نشستن، از اونا باید اینا کار بگیرن، اونا را مقرر بسازن. اما باز هم تأکید میکنم که گروه هایی که در گذشته افغانستان مخصوصا طی 20 سال به قهقرا برد،
یک نفری از اونا را اگه اینا مقرر کنن بدانین و بفهمین که مردم افغانستان به اینا باز مشروعیت نمیدن. اما با بسیار کسانی داریم، افراد و اشخاصی بی‌طرف داریم در افغانستان، کسانی که دستشان نه به خون آغشته است و نه چور و چپاول کردن و نه غصب کردن. چرا اونا را جای نمیدن؟ باید جای بدهشان. تشکر. آقای پویا، چی چیز به نظر شما راه به رسمیت شناختن را کوتاه میکنه؟ آیا ایگام از طرف حکومت برداشته شوه یا از سوی جامعه جهانی؟ من برای شما گفتم که اصل سه نهاد باید جور شوند. قوای مقننه، اجرایه و قوای قضایه. این شرط اول است. این باید روی جرگه یا جرگه مشورتی، قسمی که خانگزای صاحب گفتم جرگه مشورتی یا هر نامی که میگذنه که تشکیل عمومی مردم باشه که در اونجا این تصویب بکنن و مشروعیت نظام باید تصویب در داخل کشور. این شرط اساسی از پیش ما نسبت به اینکه جامعه جهانی میگن که باید حکومت هم شمول، حکومت هم شمول باید ایجاد شد. خوب است، من باتان گفتم که اگر اینا طالبا، رهبری طالبا در شوکات یک شورای که سابق داشتن در دوران اول حکومت خود هم یک شورا داشتن، یک شورا را جور بکنن و در چوکات می شورا رهبری اینا فعالیت بکنن و نظارت بکنن از کار حکومت، از کار وزرا و قوانین اونا ایجاد، قوانین ایجاد شد و تصویب شد و این پروسه باید ادامه پیدا کنند. بنابراین همون حرف اول ماست که بسیار ارتباط داره بعد خود طالبان نسبت به جامعه جهانی. هرچی قرار پایه های حکومت قوی‌تر شد و تکمیل‌تر شد و جامعه جهانی برش حرف نمی ماند جد به این که اون ای حکومت برسمیت بشناسه و اینا بتانند که یک تعامل جامعه جهانی داشته باشم. بسیار تشکر از حضورتان مهمانان عزیز. سمیع الله پویا، کارمند ارشد انستیتوت شرق‌شناسی اکادمی علوم فدراسیون روسیه، و همچنان عزیز استانکزای، آگاه سیاسی که اینجا در کنار ما بودن، از شما سپاسگزارم. خوش آمدین و حال هم میان برنامه کوتاه.